والا از شما پنهون نباشه، بنده خیلی آدم احساساتی بخوام درگیر بازی های جامعه بشم، چپ و راست و وسط، اصلا یک شرایط ذهنی ثابت و خلاصه اعتقاد به انسان مستقل. ولی تا حالا هم نشده با یه موسیقی مثلا اشک بریزم یا یه دفعه مثلا منقلب بشم. اصلا نمیشه، در مورد بنده نمیشه. اما این کار آقای عقیلی تو دوران انتخابات بین مردم مشهد حقیقتاً قلب بنده رو لرزوند و همیشه فکر میکنم باید در ایران بمونم برای زندگی یا باز برگردم. مدتیست اومدیم ایران و واقعاً شور مردم و یه همچین شعر یادم رو احساساتی میکنه. در طول کلیپ های تبلیغاتی چیزی دیدم که بعد بچه ها پرسیدن چجوری ساخته شده، خواستم براتون با پریمیر بسازم نشونتون بدم. من نشونتون میدم و بعد بهتون میگم چجوری ساخته شده. نگاه کنید. شیکر. ببینید یه بار دیگه اینجا رو من پلی میکنم، حرکت دستش رو با این خط بنفش که ظاهراً رنگ گروهی است که علاقه مند رئیس جمهور محترم فعلی دارند. ببینید. خب به چه شکل اینو ساختیم؟ نگاه کنید، من اینجا دیگه میوت میکنم که صداش اذیتتون نکنه. ببینید اینجا من یک افکتی دارم به نام رایت آن، نوشتن رویه. ببینید اگر من اینو پلی کنم میبینید که اینجا کی فریم ها به چه شکله. از اینجا شروع میشه، میره و بعد این خط به این شکل میاد، درست اینجا دوباره در ادامه دست ایشون میره و میاد. خب به چه شکلی رو باید بسازیم؟ حالا این دور تندش که میشه خیلی کارا میشه کرد. اولا میشه رنگ رو تغییر داد در طول انیمیشن. دوما میشه عمر این خط رو تعیین کرد از کی تا کی باشه. میشه
قطر خط رو تعیین کرد. میشه گفت در زمانی که پلی میشه این خط در واقع ترانسپرنت باشه و فقط خودش رو ما ببینیم، یا اینکه نه در واقع داخل خط ما بتونیم ریویل کنیم و تصویر رو ببینیم. میبینید در این بخشی از تصویر رو داخل خط میبینیم. این افکت چطور کار میکنه؟ من با این حساب سیکونس دیگه ای میسازم و در اون سیکونس مثلا 720 بله، من سیکونس دیگه ای میسازم و کلیپ آقای عقیلی رو داخلش میارم. منتها کلیپ آقای عقیلی چیز هست متفاوته، یا بذارید تو همون کلیپ بذارم، یک کپی از این بگیریم اینجا بذاریم سعی تجربه میکنیم. خیلی خوب، من روی این کپی دیگه در واقع پاک میکنم کی فریم ها رو و کارو شروع میکنم. یه آی زدم از اینجا کار شروع شه. ببینید دستشونو که ایشون میبرن بالا از با ارکه گیده جهت نما من جلو میرم. ببینید از اینجا بلند میکنن دستشون، پس اینجا میشه فریم اپ. من افکت رایت آن رو از پنجره افکت ها میارم، رایت آن اضافه میکنم به این کلیپ و همینطور که میبینید رایت آن یه براش پوزیشن داره. زمانی که شما این رو میگذارید، حالا براش سایزتون اگر ببرید بالا، میتونید یه نقطه ای رو اینجا ببینید که این نقطه رو میتونید هر رنگی بکنید. حالا من اجازه بدید زردش کنم برای اینکه شما ببینیدش. این نقطه رو نمیتونید با موستون حرکت بدید، حتما باید با ایکس و ایگرگ خود ابزار حرکت بدید. شاید اولش هم با یه قطر 10 کفایت کنه که شما طراحیتون رو انجام بدید. حالا از اینجا اگر براش پوزیشن رو انیمیشن کنید که کی فریم اولش استارت بخوره در اینجا، زمانی که 1 2 3 4 مثلا سه تا تنظیم کنید، میتونید اینجا مشخص کنید که تا کجا بره بالا. دوباره 1 2 3 باز اینجا رو مشخص میکنید، 1 2 3. اگر ایشون دستش رو پایین نیاره ما به مشکل نمیخوریم، وگرنه باید بریم خط رو از بین ببریم چون بتونیم ببینیم سر انگشت ایشون کجا قرار میگیره. من دوباره سه تا میرم جلو، سه تا میرم چون اصولا با توجه به اینکه به کلیپ نگاه کردم حرکت دست ایشون اونقدرها در واقع سریع تر نیست. 1 2 3 1 2 3 خب اینجا ما به اینا میگیم دات دیگه، نقطه 1 2 3. اینجا خیلی اتفاق نمیفته. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 من این دفعه 6 تا رفتم چون حرکت زیادی نمیدم. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 دیگه. وقتی حرفه‌ای شدید نگاه میکنید به مقدار تغییر پوزیشن آبجکتی که میخواید حالا سر انگشته ایشونه. 1 2 3 از نظر کارگردانی
ممکنه برای یه همچین کاری جالب باشه، ممکنه برای یه کار ورزشی که مثلا یه نفر پاهاش رو باز میکنه، ملق میزنه، شما میخواید از این پا به اون پا یه خطی حرکت رو مثلا نشون بدید، کار فانتزیشه، جالب باشه. برای یه کارای اکشن دیگه من نمیبینم، عملا فایده نداره. برای همینی که میام باش سپیسینگ رو اینجا صفر میکنم. اگر صفر کنید اینا همه ممتد میشن، اون وقتی همچین چیزی دارید ببینید. برای اینکه اینا بمیرن من اینجا رو بکنم 5 تا ببینیم چی میشه. 5 خوب نیست، حالا 0 بگیریم، اما اینجا بگیم 1 ببینیم چی میشه. خب کمه، این مرگشه، مثلا میگیریم 0.2 ببینیم تو 0.2 چی میشه. بدک نیست. خب حالا میتونیم کار ادامه بدیم. اینجا رو میبینم 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینجا باید بیاد 1, 2, 3, 4, 5 5 تا. با مرگ نقطه ها من راحت تر میتونم سر انگوش رو ببینم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 زیبایی این کار به هر حال خیلی سرعت و اتفاقی بودنشه. فکرش هم میکردین در اون لحظه ایشون اینقدر دستش تکون بخوره؟ من واقعا با صداهای جدید سنتی نمیتونم ارتباط برقرار کنم. ایشون تنها کسی است که با این آهنگش و این فضا و این حرکتش واقعا بنده رو تحت تاثیر قرار داد. بر همین میبینید برعکس همیشه شوخی پوخی کم میکنم، چون خیلی احترام قائلم برای این قصه در حال ویرایش زیر دستم. من واقعا روی موسیقی جدید که من در آوردی هست، مخصوصا اینهایی که میان موسیقی سنتی رو با ابزارالات خیلی مدرن قاطی میکنن و به حساب خودشون یک کار جدید کردن، واقعا قبول ندارم. در فضای شخصی خودم عرض میکنم مسخره میدونم کار رو فاقد. بله یک کاری هست جالب هم هست، ولی ویژه نیست. خب ببینیم چی شد. درست؟ خب ببینید آخرین نقطه که میمونه راه حلش اینه که ما اینجا تقریبا میشه دیگه، مثلا اینجا ما اوپاسیتی رو صفر خواهیم کرد، بنابراین براش اوپاسیتی اینجا خواهیم داشت. من یه ذره اینو اینطوریش کنم شما همه جاشو ببینید. اینجا هم براش اوپاسیتی. خب اگر اینجا رو فرض کنیم خواهیم دیگه به اینجا که رسید براش اوپاسیتی به 100 رسیده باشه، اما اینجا چی؟ صفر. بنابراین به این صورت میشه. اینجا هم میخواییم آروم آروم بره بمیره اون خط، بنابراین به این شکل داره. ببینید آرام میاد بالا کارش که در حال اینجا یادمون رفته اینجا باید صد باشه، آخر رو صفر باید بکنیم. ببینید این میاد بالا، خط کار خودش رو میکنه و بعد از بین میره. اون تا کلن اوپاسیتی 100 رو نمیپسندم، من 75 میدم، یه مقداری پشت شیشه ایشه. اینجا هم به همین صورت 75. خب حالا ما میریم سر رنگ. رنگ رو روشن کنیم، من میخوام سفید باشه و مثلا تیه اینقدر فریم، حالا هر چقدر که هست. اینجا میخوام بنفش باشه. شما رنگ بنفش رو بعد از اینترنت بگیریم. پارپل کالر کد. اینترنت هم چرا قطعه؟
این هست. کنترل C، کنترل V. خب این شد بنفش، بنابراین به این صورت میشه. ببینید از سفید به بنفش میرسه، بنفش هست و بعد از بین میره. حالا کار دیگه که میشه کرد، خود قطر خط رو میتونیم از صفر برسونیم به مثلا 5، شاید هم 10. ببینید بعد آروم آروم هم میتونیم دوباره کمش کنیم. ببینید چی داریم، وسط راه این کلاف میشه و دوباره نازک میشه. متا جالب نشد، من اینو کنترل C میزنم، اینجا کنترل V میزنم، ببینیم چی میشه. اینجا کلاف میشه، کلاف میمونه، بعد آروم آروم نازک میشه و بهتر شد. خب براش هاردنس سختی لبش رو 79 گرفته، من اینو میکنم 50 تا ذره لبه ها محو شه. اینجا ما توی پینت تایم روی کالر گذاشتیم، یعنی از نظر تایم نقاشی ما با پینت داریم در واقع کار میکنیم. اینجا میتونیم در واقع باش مشخص کنیم، بگیم که این انیمیشن شه تا اینجا برای ما. البته اینم زیاد حالا نمیخواد، همین خوبه. اینجا یه دونه در واقع براش تایم پروپرتیز داریم، میتونیم روی سایز کار کنیم، اون وقت هر فریم واکنش جداگانه نشون میده نسبت به سایز خودش و شما میتونید اون رو انیمیشن کنید. یعنی هر جا بگید که اون انیمیشن بشه، اون سایز خودش انیمیشن. میتونید بگید نسبت به سایز و هاردنس خودش این اتفاق براش بیفته. هر فریم به صورت مستقل اون وقت اون تنظیمات رو به خودش میگیره. اینجا هم استایلمونه دیگه، عرض کردم. مثلا ببینید اینجا میتونید روی ترانسپرنت بذارید و یه خط درست کنید. اینجا میتونید به راحتی انیمیشن های خیلی بامزه درست کنید، چندین رایت آن بیارید بذارید روی در واقع کلیپ و بعد بازی کنن.